پلیس جنوی شهر احمد آباد بزرگترین شهر ایالات گجرات در غرب هندوستان خبر داد که شام شنبه 16 مارس سال 2024 در یک خوابگاه دانشگاه گجرات در احمد آباد یک گروه دانشجویان مسلمان خارجی برای اون که در ماه برای مسلمان و مقدس رمضان در خوابگاه نماز می هدف عمله قرار گرفتند دانشجویانی که از یک گروه بزرگ عبارت از 25 نفر در زمینه بدبینی دینی لتکوب شدند از توجکستان، اوزبیکستان، افغانستان، شریلانکا و افریقای جنوبی برای تحصیل به هندوستان آمده بودند. دو نفر از دانشجویان از شریلانکا و توجکستان در پی نمله در بیمارستان بستری کرده شدند. نام دانشجویان لتکوب شدن نشر نشده است. کمیسر پلیس احمد آباد در شهر این گفت یگان 25 نفر وارد خوبگاه شده علیه نمازخوانان دانشجوی خارجی روز کردند. و طلب گذاشتند که آنها نماز خود را رفته در مسجد بخونند نه در خوبگاه در این زمینه بین آنها مناقشه به عمل آمده است و حملگران به دونیجویان خارجی در افتاده آنها را سنگ کردند حملگران حجره و این دونیجویان را نیز تورمور کردند بلا خبرها حملگران شهرهای زید دین اسلام زده بدبینی خود را نسبت به مسلمانان پنهان نمی کردند پلیس جنایی احمدآباد خبر داد که الکی دو نفر را در رابطه با این حمله گروهی بالای دانشجویان مسلمان را دستگیر کردند پلیس احمد آباد گفت تلاش برای معاین کردن شخصیت و جستجوی حملگران دیگر ادامه دارد در عموم در دانشگاه گجرات در احمد آباد حدود 300 دانشجوی خارجی از کشورهای چون توجکستان، افغانستان، شریلانکا و از کشورهای افریقایی تحصیل میکنند کمیسر پلیس احمد آباد ملک گفت حالا و زیر نظارت گرفته شده است و به دانشجویان خارجی یگان خطری تهدید نمی کند سخنگوی وزارت خارجه هندوستان نیز در باره قضیه احمد آباد ازارو داد او گفت حکومت ایالات نسبت به گناه گاران چوره های شدید میانده شد در نتیجه مناقشه دو دانشجوی خارجی آسیب دیدند یکی از آنها را بعد رسانیدن یوری تیبی از بیمارستان جواب دادند وزارت خارجه به حکومت گجرت در تماس است بلو به معلومات وزارت موارف و علم توجکستان سال 2020 در دانشگاه های هندوستان حدود 150 دانشجو از تاجیکستان تحصیل میکنند. هندستان از جمله کشورهایی است که با سطح بلند سوی تعامل نسبت به مسلمانان نام برآورده است این هم در حالی است که شماره مسلمانان در این کشور بیش از 200 میلیون بوده اونا 14 از 14 فویز اهالی هندستان را تشکیل می دهند احساسات اسلام بدبینی و حمله ها به مسلمانان در هندستان در حد سروزیر کنونی این کشور نرند مودی افجی بیشتر گرفت مودی سال 2014 رئیس حکومت است و به او بهارت یا جناتا با نظرهای آشکارای زده مسلمانان و ملتگرایانهشان نام برآوردند از جمله چند سال پیش با دستور مودی مجد قدیمه هنوز در عصر 16 بنیاد شده را که با نام مسجد بابور معروف بود ویران کرده به جای آن یک مبدع دین هندوی ساختند